بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی که مقر اصلی آن در ایالات متحده آمریکاست با صدور بیانیه ای رسمی به دولت‌های اسلامی پیشنهاد کرد از فرصت عید سعید قربان بهره برده و در راستای بهبود وضعیت معیشتی ملت‌های اسلامی و نیز پایان دادن به اختلافات موجود بین کشورها استفاده کنند. این بنیاد در ادامه بیانیه خود که خطاب به حاکمان بلاد اسلامی صادر کرد، همچنین آنها را به باز کردن صفحه جدید و پایان دادن به اختلافات موجود و نیز برداشتن گام‌های عملیاتی و اجرایی که به بهبود وضعیت مردم در جوامع اسلامی منجر می‌شود دعوت کرد. بنیاد جهانی آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در این بیانیه علاوه بر عرض تبریک به امت اسلامی به مناسبت عید سعید قربان از خدای متعال خواست امنیت، خوشبختی، شکوفایی و پیشرفت را به ملت‌های اسلامی عطا فرماید. ساعت اولیه صبح امروز 9 ذی‌الحجه 1444 هجری قمری میلیون‌ها زائر و عاشق سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورهای جهان خود را به این شهر مقدس رسانده تا در مراسم روز عرفه حضور یابند. گفتنی است آستانهای مقدس حسینی و عباسی علیهم السلام با تمام نیروهای خود و خادمان عتبات مقدس در حال خدمت رسانی به زائران هستند. در همین حال نیروهای امنیتی، خدماتی، بهداشتی و دیگر ارگانهای مربوطه هر کدام به نوبه خود در حال خدمت رسانی به این زائران حسینی هستند. خبرنگار اخبار شیعه همچنین روز گذشته گزارش داد جمع کثیری از زائران ایرانی خود را به مرز مهران رسانده تا با عبور از مرز خود را به شهر مقدس کربلا برسانند و زیارت مخصوصه امام حسین علیه السلام در روز عرفه را به جا بیاورند. همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در مناطق مختلف پاکستان در آستانه عید قربان یک شبکه تروریستی متعلق به سنی‌های تندروی داعش که در حال طراحی عملیات‌های بمب‌گذاری بود متلاشی و 9 نفر بازداشت شدند. دایره ملی مبارزه با تروریسم در پاکستان اعلام کرد که چند عنصر از سنی‌های تندروی داعش که در حال طراحی عملیات‌های خرابکنه بزرگی از جمله بمب‌گذاری‌ها در آیین‌های عید قربان و تجمعات عمومی بودند، شناسایی و بازداشت شدند. به گفته این مسئولان، 9 نفر از جمله یک زن که در صدد هدف قرار دادن غیر نظامیان در ایام عید قربان بودند، بازداشت شدند و توطئه آنان برای عملیات بزرگ تروریستی خونسا شد. عملیات بازداشت اعضای گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش در شهرهای مولتان، بهاولپور و دراغازی خان انجام شد. مردم مسلمان پاکستان در حالی به استقبال جشن‌های عید سعید قربان می‌روند که دولت برای پیشگیری از اقدامات تروریستی و خرابکارانه تدابیر امنیتی را در نقاط مختلف این کشور تشدید کرده است. عید قربان که در پاکستان معروف به عید بزرگ است، امروز چهارشنبه به مدت 5 روز در سراسر پاکستان جشن گرفته می شود و مردم این کشور از هفته ها قبل خود را برای برگزاری هرچه باشکوه تر این عید آماده کردند. دکتر علی کمونه مدیر دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در شهر مقدس کربلا با مسئولان دستاندرکاران این مؤسسه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دکتر کمونه مورد استقبال شیخ مصطفی محمدی مدیر مسئول مجموع رسانه امام حسین و رئیس مؤسسه مصباح حسین علیه السلام قرار گرفت و از پروژه های بشردوستانه و برنامه های این مؤسسه فرهنگی نیکوکاری که در مسیر خدمت به زائران و قشرهای مختلف مردمی صورت میگیرد تقدیر نمود. در این دیدار طرفین همچنین در مورد نقش امروز رسانه در ساخت افراد و خانواده ها و جامعه به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
شیخ مصطفی محمدی در این دیدار نیز به برخی خدمات مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام به قشرهای مختلف مردمی اشاره کرد و شرحی در مورد منشور حمایت از ایتام عراق که اخیراً هم مورد توجه نخست وزیر عراق گرفت اشاره کرد. دکتر علی کمونه همچنین از اقدام‌های صورت گرفته توسط مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام در راستای پیشبرد طرح زیارت اربعین 2030 با 50 میلیون زائر تشکر نمود و اربعین را یکی از اصلی ترین نمادهای شهر مقدس کربلا و کشور عراق معرفی کرد. دولت سوئد در اقدامی موهن و به بهانه آزادی بیان مجوز به آتش کشیدن قرآن کریم را صادر کرد. دولت سوئد به درخواست یک شهروند 37 ساله این کشور برای قرآن سوزی در روز عید قربان ضمن صدور مجوز از این تصمیم موهن خود دفاع کرد. این نخستین بار نیست که دولت سوئد اجازه چنین اقدام موهنی را می‌دهد. پیشتر نیز پلیس سوئد به راسموس پالودان سیاستمدار نجات پرست راست افراطی استرام کورس دانمارک مجوز داده بود که نسخه ای از قرآن کریم را در مقابل سفارت ترکیه بسوزاند. وزارت خارجه ترکیه نیز اقدام به قرآن سوزی در سوئد را جنایت ناشی از نفرت آشکار دانست و اعلام کرد. صدور مجوز برای این اقدام ضد اسلامی که مسلمانان را هدف گرفته و به ارزش‌های مقدس ما اهانت می‌کند تحت عنوان آزادی بیان کاملاً مردود و غیر قابل قبول است. نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان در منطقه آقدام با یکدیگر درگیر شدند که در نتیجه آن تلفاتی به هر دو طرف وارد شد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، شامگاه گذشته در نتیجه درگیری رخ داده بین نیروهای نظامی آذربایجان و ارمنستان در منطقه آقدام تلفاتی به دو طرف وارد آمده است. در این درگیری که ساعت 8 شب صورت گرفت، 4 نظامی ارمنی منطقه قره‌باغ کشته شدند و یک سرباز آذربایجانی نیز مجروح شد. در حال حاضر وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان در واشنگتن حضور داشته و با یکدیگر دیدار کردند. سیزدهمین حلقه چاه آب آشامیدنی توسط دفتر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف افغانستان افتتاح شد. حجت الاسلام شیخ محمد رحمانی مسئول دفتر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف به خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد. با همت دفتر مرجعیت شیعه در مزار شریف و با همکاری مؤسسه خیریه جهانی اهل البیت علیهم السلام در کشور کویت روز سه‌شنبه برابر با 8 ذی‌الحجه 1444 هجری قمری 13مین حلقه چاه آب آشامیدنی در افغانستان به بهره برداری رسید و موجب خوشحالی هزاران نفر از اهالی این منطقه گردید. شایان ذکر است حفر چاه با هدف آبرسانی به نیازمندان از جمله فعالیت‌های نیکوکارانه و بشردوستانه دفتر مرجعیت شیعه در شهرها و مناطق مختلف افغانستان بوده است. ساعتی پس از آنکه نارندرا مودی نخست وزیر هند از اجرای سراسری قانون مدنی یکسان حمایت کرد، هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند اواخر عصر سه‌شنبه 6 تیر یک جلسه آنلاین اضطراری برگزار کرد. در این جلسه این هیئت تصمیم گرفت با قانون پیشنهادی که به دنبال تدوین و اجرای مجموعی از قوانین شخصی مشترک برای همه شهروندان هندی بدون در نظر گرفتن مذهب، طبقه و مذهبشان است مخالفت کند. رهبران مسلمان هند میگویند یکسانسازی قانون مدنی نه تنها بر مسلمانان بلکه بر هندوها، سیکها، مسیحیان، جینها، یهودیان،
پارس‌ها و دیگر اقلیت‌های کوچک ساکن در این کشور تأثیر می‌گذارد. این رهبران می‌گویند با توجه به کثرت فرهنگی و زبانی در این کشور، یکسان‌سازی مجموعه قوانین در همه امور از جمله انجام مناسک مذهبی و ازدواج پیروان مذاهب مختلف غیر ممکن خواهد بود. نظرات مطرح شده توسط آقای مودی در روز سه‌شنبه با سوگندنامه‌ای که چند ماه پیش توسط وزارت قانون اتحادیه در دیوان عالی ارائه شد همگام بود. در این سوگندنامه آمده است اتباع متعلق به مذاهب مختلف با پیروی از قوانین ملکی و زناشویی مختلف ملزم به وحدت ملت است.